افتخار بخشم خیر مقدم است. برای از اینکه گپ شروع شد میگه از گپ میخزه، من به اون خاطر یک سوال رو اندازم. دکتر صاحب مسائلی رو که مطرح کردن بیشتر جنبه تئوریک داشت. در مسائل مملکتی امیش تئوری زمانی مفهوم عملی داره که مدیریت یا برنامه های اجرایی به تعقیب تئوری وجود داشته باشه. میخوایم بفهم که شما با طرحی را که مطرح کردین از لحاظ تئوری واقعا در سطح بسیار عالی بود، اما چی راهکارهایی را در این موضوع در پیش گرفتین و چقدر ما از شما امیدوار باشیم که شما در آینده افغانستان خصوصا برای مردمی که سالها زجر کشیدن در تمام دوره های افغانستان مردمی هزاره خالصترین مردمی بوده که در نجات افغانستان بهترین و بیشترین سهم داشته و امیتور در آبادی و عمران کشور مردمی هزاره به عنوان یک مردم صادق و زحمتکش معروف است و این مردم سزاواری کارهای بسیار خوب و نیکی است، خصوصا از جانب روشنفکران. شما در ارتباط با کارهای عملی تئوریتون چی پروژه در کار گرفتین؟ تشکر میکنم جناب حاجی صاحب و از سوال بسیار خوب و مفیدشان. ببینید در این که ما به صورت عملی پروژه های عملیاتی روی دست داشته باشیم، شاید یک ادعای گزاف باشه که ما بگیم ما عملا ما نه حکومتیم نه توانمندی لازم را ممکنه داشته باشیم. حداقل متناسب با رسالت آکادمیک و دانشگاهی که داریم در حیطه مسئولیت و توانمندی که احیانا حس میکنیم توانمندی را داریم، هم در داخل کشور در جلسات و نشست هایی که وجود داره، حداقل دوستانی که در کابل از نزدیک در اون نشست ها و جلسات حضور داشتن شاید ادعای مرا تایید بکنن، و همچنین علاقمندیم، خدای بزرگ را سپاسگزاریم که فرصت های چنین نشست های هم فراهم شد و از دوستان و بانیان چنین محافل در کشورهای مختلف هم سپاسگزاریم که مجال طرح مسئله را مطرح ساخت. ببینید حاجی صاحب، ما اگر به صورت جدی مسئله را بشکافیم، هر جامعه میگه از کجا آن تراود که دروست از جام پور آب میریزد. این گلاس اگر آب نداشته باشه هر کاری کنیم چیز اتفاق خاصی نخواهد افتاد. مهم ایست که انسان سنتی و انسان توسعه یافته تفاوتش در نوع نگاه و افق تصورش هست. نوع جهتگیری ذهنی است که یک مسئله را ممکن میسازه یا ناممکن میسازه. حداقل ما به عنوان کسانی که در دستبندی آکادمیک دستبندی میشیم، وظیفه ما ایست که حداقل از نظر ذهنی، از نظر فکری، از نظر جهتگیری های تصوری دوستان، گروه های اجتماعی و از جمله هم تباران و هم سرنوشتان خود را به این مسئله واقف بسازیم که حداقل باورهای خود را تصحیح بکنند، نگاهشان را نسبت به قضایا تصحیح بکنند. صرفا جا به جای یک نکته را من خدمت شما عرض بکنم. تا زمانی که شما ماجرای افغانستان را میدانید، شاید لوکسترین و برجسته ترین و آپدیت شده و نوترین ابزارهای تکنولوژیکی در کابل باشه، شرکت فلان شرکت مثلا در آمریکا یا در کشورهای توسعه یافته تولید میکنه، در کابل هست، ولی چون او جهتگیری ذهنی و فرهنگ لازم برای استفاده از اونها نیست، نتیجتا اون جواب نمیگه در اونجا. چون که در حوزه سیاست دموکراسی گفته شد آمده، ولی عملا چیزی نیست. یک بحث را کسی داره به نام استوارت میل، معتقد میگه زمانی که دموکراسی در فرهنگ لازم و مناسب خود قرار نگیره، خود به خود سر از آنارشیزم سیاسی در میاره، چه که ماجرای افغانستان امینه. ما باور ما ایست و پیشنهاد ما به شما ایست که زیاد طولانی نشه، که دوستان در کشورهای توسعه یافته جهتگیری ذهنیش فرق کنه. شما فعلا توسعه یافته اید، شما حداقل در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنید. الزامات توسعه یافتگی را به رسمیت بشناسید و متناسبی با او شما در تجربه شخصی خود به کار ببندید. امیدوار هستم که بفرمایید. آقای قنبری، ما مشخصا همون رقم سوالی که بگفتن تاکید کردن که حتما به همه نوبت برسه. در ارتباط با این پیشتر شما رو تعریف کردیم، حالا یک مقدار سعی میکنیم که
مسئولیت جدی را متوجه شما بسازم. شما به عنوان نخبگان فکری مردم ما با توجه به وضعیت موجود و موج بحرانی که ایجاد شده و واقعا بحران و موج خلق کردن یک طرف قضیه یا مدیریتشون طرف دیگه قضیه، ما سخت نگرانیم در این قسمت، سخت واقعا در وضعیت روحی بد بسر میبریم بعد از حادثه که صورت گرفته. با توجه به وضعیت آشفتگی، وضعیت مردم ما، توقع و انتظار ما بیشتر از شما است که در این قسمت تلاش های جدی را داشته باشین و در این قسمت حداقل زمینه های را راهکارهایی را داشته باشین که حداقل این وضعیت چی شد. و از نیروی خارج هم ما با شما هم نوا هستیم، همکار هستیم، در ارتباط با تجربه های تلخی که داریم، در ارتباط با از اینکه تجربه های بحران ها داریم، فوق العاده همکاری میکنیم. در این قسمت ما سخت نگران هستیم از داخل و همکاری ما و شما بسیار خیلی مفیده. آمدن شما واقعا با فال نیک میگیریم و در این زمینه ما میگیم مشخص نظراتتون رو بشنویم، گرچه هم خیلی چیزایشون شاید محرم باشه ولی چیزی بنام محرم نمانده. تشکر. ما اصل صحبت ها را پاسخ شما را استاد سلطانی خود گفت. ما فقط یک نکته را میگیم، ما خواهم حلق خود تازه کنم کمی به ما. در کل صحبت ها را استاد سلطانی خود گفت. یک نکته را من خدمت شما عرض بکنم. تمام امید و امیدواری هم به نیروهای موجود در داخل و هم نیروهای موجود در خارج وجود داره. اگر اینا با هم دیگر در یک نتورک و شبکه قرار بگیره، من فکر میکنم تحولات در فردای افغانستان و فردای کشور رقم خواهد خورد که هیچ کسی این رستاخیز درخشان را کنترل و مهار نخواهد دانست. من امیدوار هستم و این کار حتمی و شدنی است. و بیشتر صحبت را استاد سلطان خواهد کرد. من فقط یک چیزی کوتاه اشاره کنم و در ارتباط با همین مسئله که مطرح شد، وضعیت در افغانستان از جهات نگران کننده هست اما ناامید کننده نیست. هر جامعه کم و بیش گرفتاری های خاص خود را داره، بنبست ها هست، ناکامی ها هست. تجربه جامعه بشری پر از تقدیر شکست و بنبست و در نتیجه این اختصاص به ما نداره. وضعیت نگران کننده هست اما ناامید کننده نیست. این نکته اول. نکته دوم اینه که به صورت مشخص این که راهکارها چیه، من فکر میکنم که هیچ راهکاری یا نقشه راهی از پیش تعریف شده ای برای تمام حرکت‌های اجتماعی در جزئیات وجود ندارد. اگر چنین باشه همون تجربه جریان‌های چپ هست که سوال رنگونه مطرح می‌کردن که چی باید کرد و بعد این چی باید کرد به صورت خلاصه و ساده پاسخ می‌دادن و بعد شروع می‌کردن که ذهن خود رو بر واقعیت تحمیل کنه و تحمیلی ذهنیت خود بر واقعیت منجر به خلق فاجعه شد. ما ایران در افغانستان شاهد هستیم که یک قلم از اون فجایع کشتار 5000 انسان بدون محاکمه مثلا در زندان پولچرخی یا در پولیگون. چیزی که برای ما مشخصه اینه که جامعه ما از نظر سیاسی نیازمند یک محور تازه قدرته. من این رو بارها تکرار کردم در سخنرانی ها و در نوشته های گوناگون. به صورت فوری جامعه ما به آرایش مجدد نیروهای سیاسی نیازمنده. آرایش مجدد نیروهای سیاسی باید بتوانه با آن پیمانه از خود ظرفیت و هوشمندی نشان بده که تنوع و پراکندگی کنونی را مهار کنه، نیروهای گریز از مرکز را مهار کنه و به حرکت کلان سیاسی و فرهنگی ما یک راستای واحد و یک جهت واحد ببخشه. برای رسیدن به چنین ابزاری و برای رسیدن به چنین مرحله‌ای ما ممکنه روزهای سخت و دشواری را پیش رو داشته باشیم. جامعه ما از نظر تجربه تاریخی جامعه فقیر هست، جامعه است که در گذشته او خشونت فوق‌العاده جایگاه داشته. روش‌های عقلانی و مسالمت‌آمیز برای گفتگوی داخلی در جامعه ما امر غریبه، کمتر تجربه شده. بنابراین هر جامعه انسانی لاجرم محکوم به اینه که خودش راه خود را و مسیر خود را به سوی آینده باز کنه، چی زود یا دیر. اما چیزی که مهمه اینه که حیات جامعه به همین بستگی داره و ما امیدوار هستیم که در فرصتهای پیش رو و زمانهای پیش رو عمیقا این امیدواری وجود داره که یک چارچوبی سیاسی جدید و یک فریمورک سیاسی جدید در جامعه ما شکل بگیره و بتانه به مسائل و منازعات سیاسی در جامعه ما پاسخگو باشه و بتانه از حق سیاسی ما در منازعه قدرت دفاع کنه.
خلایق آره. خلایق خیلی خسته است چون اکثر جوانایی که اینجا هستن انگیزی از اینم ده بود که بشنه و چی شنه ما معذرت میخوایم اگر یک سوال جواب میدم تمام آره همین سوال به نظر من آخری باشم ولی ما سوال میخوایم که تمام خانوما جوانا تمام بفهمم ما چی سوالم و سوال از ارسیز بزرگوارامونم که از کابل هم ده البته حاجی صاحب خلیلی در گذشته هم ده بود در قسم دیشه و شنیدم اما آقای که ارشاد آقای سلطانی دفعه اولش است امیر خمه درسته؟ آره دیگه دفعه اول هست هر کدام از ما شما دفعه اول یک دفعه در اروپا هم دیم یعنی قبل از اینکه در اروپا نمده بودیم یک تصور یک تصویری از هزارها در اروپا داشتیم حاجی صاحب علی جمعه در سال 1960 بودن درسته؟ 50 سال پیش یعنی هزارها از زمان بوده ما هر کدام از ما که دفعه اول در اروپا هم دیم یک تصویر از هزارها در اروپا داشتیم یک انتظار داشتیم که بریم که چه رقم باشه این حالی باز ما آمدیم اینجا آمدیم این دو دوست میمانم ده و ما مطمئن استم زمانی که ناز کابول حرکت کده در اینجا ده یک انتظار خاص یک تصویر خاص از موش مو داشته در تمام کشورهای اروپایی و خوشبختانه دمی تا یه هفته گذشته شما 3-4 کشوری اروپایی رو گشتین جواب مرا صادقانه بدین روی درواستی موقف جدا تمام عیب و عیوبی را اگر در ما دیدین پست کنده بگین اگر نگین مسئولیت خود در قبال نسل فردای مردم ادا نگیرین یعنی لفافه پوشی کنین حالی مجرم نشدم به این خاطر ما تقاضای شما میست که روی درواستی خلاص واقعا صمیمانه جواب بدین ما از رده نمیشیم آیا تصویری را که داشتین از افغانستان که حرکت کردین طرف از ما در اروپا امو تصویری را که داشتین برعکس یا نه ما امو هستیم که شما دوست بسیار سوال مهمی بود و البته که قید میزنن که صادقانه جواب بدین معنایش اینه که بعضی چیزا غیر صادقانه مطرح میشه اوتر نیست اول ایشان میگوین تصویر وقتی که ما میگوییم تصویر تصویر مجموعه از علمان ها و نشانه هایی که در کنار هم قرار میگیره یک تصویر رو میسازه بنابراین تصویر یک چیزی یک دست نیست یک چیزی متنوع و رنگارنگه من چند تا نکته مثبت دیدم و یکی دو نکته بر خلاف انتظار بود چیزهایی که فوق العاده امیدوار کننده هست اینه که نسل جوان ما تا حد زیادی توانستن خود را در نظام‌ها و روابط اجتماعی جامعه اروپایی حل کنن و کوشش کنن که در ماجراجویی ذهنی جامعه‌های اروپایی سهیم شون. بنابراین من تأکید می‌کنم که مهمترین سرمایه فردای ما و مهمترین امید فردای ما نسل جوان ماست که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و شغلی توی کشورهای اروپایی فعلا جابجا شدن و اینا در زمان بسیار اندک تأثیر خود را نشان خواهد داد. من ساده عرض کنم نسل اولی که از مهاجرت از ایران برگشتن اون چیزی که شما الان در کابل شاهد هستین دستاورد نسل مهاجرت از ایران و پاکستان امثال هم است. ما در مدت زمان بسیار کمتر از 10 سال صاحب چندین دانشگاه شدیم، مراکز آموزشی بسیار معتبر ایجاد شد، رسانه‌های معتبر ایجاد شد و تصویر و سیمای مردم ما را و چهره مردم ما را به عنوان یک مردم مدنی و فرهنگی تثبیت کرد. اما من فکر می‌کنم که تحول و دیگرگونی سرنوشت ساز با ارتباط و تعامل علمی، فرهنگی و مستمر میان نسل مهاجر در اروپا و افغانستان در پیشه و این یک نکته فوق‌العاده مهم بود برای من. نکات نگران کننده اما یکی دو نکته هست. بگذارید من یک از اون دو نکته رو بسیار صریح عرض کنم. گفتن صادقانه جواب بدین و شما وقتی جواب صادقانه میشنوین انتظار خیلی چیز نداشته باشین. مهمترین نکته قابل تأسف و فوق العاده تکان دهنده اینه که بخشی از مهاجران ما نه همه آنها که در اروپا آمدن دهات خود را و روابط اجتماعی دهات خود را با خود در اروپا آوردن و در اروپا بازتولید کردن. شما میفهمین که من این را که در اون فرصت دیگر توضیح خواهم داد به تفصیل اما اینجا فقط کوتاه عرض میکنم که روابط اجتماعی در شهرها متفاوت از روابط اجتماعی در روستاهاست. اما ما در اینجایی که زندگی میکنیم همه ما به یک شکلی و یک گروه ها در قالب گروه های اولیه یا ثانویه که هستیم هم دهات افغانستان را با خود در اینجا آوردیم و کوشش میکنیم که خود در درونی روابط و مناسبات دهات که در شهر مدرن اروپایی بازتولید شده خود محصول کنیم. بنابراین محلی گرایی برای جامعه ما یک آفته، یک خطره و معنای واقعی همراه با حقارته.
یعنی هیچ ننگی بالاتر از این نیست. من امیدوارم پخش مستقیم نباشه. هیچ ننگی بالاتر، هیچ حقارتی بالاتر از این نیست که انسان‌های امروز در جامعه مدرن امروز بیاید خود را با علایق محلی و منافع محلی پیوند بزنه و کوشش کنه که از طریق پیوند زدن خود با منافع محلی و علایق محلی برای خود کسب جایگاه و هویت منافع کنه. این مهمترین و نگران کننده ترین نکته هست که در اینجا وجود داره. مسئله بعدی اینه که ما امشب مجلس ما متفاوته، یعنی در نشست هایی که ما تاکنون در چند جاهای مختلف دیدیم، جامعه ما برخلاف اون چیزی که گفتم میشه که یک جامعه چند صدایی و مدنی هست، ما تقریبا تمام نشست ها رو مردانه شاهد بودیم، برخلاف امشب که اینجا جلسه مختلط بود و اطفال عزیز و کودکان عزیز بودن، نوجوانان بودن، خانم ها و مادران ما و خواهران ما در جلسه حاضر بودن و اینا نشان میداد که ما بخشی از اینها رو به عنوان واقعیت این کار ناپذیری وجودی خود به رسمیت شناختیم و از حضور آنها در مجامع نشست های مانند جشن عید و آین های مانند این هم استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. من فکر میکنم که یک نوع عقب روی ذهنی در برخی از لایه های جامعه ما مشاهده میشه. این عقب روی ذهنی فکر میکنم که دومین نکته خطرناکه که برخلاف انتظار بوده. ما وقتی که در یک جامعه مدرن اروپایی زندگی میکنیم، وقتی که به رسانه های آزاد در جهان آزاد دسترسی داریم، وقتی که ما پیش چشم خود میبینیم که دیگران چگونه زندگیشان در اینجا جریان داره و چگونه برغم این فرهنگ مدرن اخلاقی و پاک و انسانی زندگی میکنه، دلیلی نداره که ما خود را در پشت حصارها و دیوارها محصور کنیم و از نظر ذهنی مسیر تاریخ را و مسیر مناسبات اجتماعی را سرچپه حرکت کنیم. شاد و پیروز و موفق باشید. گاتر صاحب شما میخواییم در این باید به جمله بشنم. من فکر میکنم برخی از پاسخها شاید مشترک باشه که استاد سلطانی پاسخ گفتن، ولی سوال آقای پیمان شاید از اینکه چه تصویر داشتید، ما شاید رقمی تصویر بکنیم راحت‌تر باشه. او انتظاری که ما قبل از اینکه اروپا بیاییم ما یک انتظاراتی داشتیم دیگه، آمدیم مطابق او بود یا نبود؟ ما اگر صادقانه با شما بگویم نبود. چند دلیل داره. یک، جلسات اروپایی ما حتی به اندازه حاشیه دشتبرچی هم مدنی ندیدم. یعنی جلوه های حرکت های مدنی، فعالیت ها و شور و هیجان حرکت های مدنی از سوی اقشار مختلف جامعه، از زنان و دختران همتبار ما و شما گرفته تا بچه ها، او شور و هیجان که در کل کارتچه را نمیخوایم عرض بکنم، در حاشیه ورچی، در قلای نوی ورچی هم متفاوت از شماست، به نفع اونا نه به نفع شما. یک نکته دوم، چیز داره که با یک ادبیات دیگه استاد سلطانیم با شما پاسخ گفت. ما در بخش جدا تا هنوز در خیلی از جلسات اوقات تلخی کردم با شما ها، بگذارید در آخر، اگرچه امروز شب شب جشن بود، ولی اوقات تلخی کنم با شما. اوقات تلخی ما ایست، یک صحبت را یکی از دوستای ما در هند آمدیم و خود یادش بخیر نمیفهم دوباره استرالیا رفت نرفت، ما سوال کردم که چه تعداد از قومای ما و شما در استرالیا است. یک حجم قابل توجه، یک رقمی بسیار خیره کننده ای را نام برد، حدوداً گفت 3000 فقط در ملبورن از قومای ما و شماست. اما اینش باشه، نیش گوش بدین، جدی است، تعبیر از اوست نه از من، ولی تعبیر کمی خشینم، معذرت میخوام. گفت 3000 هزاره ای که در ملبورن ساکنه، گویا بلا تشبه بلا تشبه مثل کچالوی بامیان در سر پتی کنده شده و داخل بوجی شده، بسته شده، $10,000 مثلا یا $5,000 قچاقبر را دادن که در ملبورن تاکو. در ملبورن اون نفر رسید گرفته، رسیدش هم روان کرده که در فلان جای فلان او همو آدمی است که سر پتی آمده. حتی فرهنگ شهری از نوع افغانی را هم نداره، همو او درزادگی سیال و سیالداری قبیله و طایفه و یک قریه کوچک خود داره. متاسفانه امیدوارم ما اشتباه بکنیم، امیدوارم
اشتباه بکنیم. این وضعیت تنها در ملبورن استرالیا نیست، در کشورهای اروپایی هم صدای شکست ستون فقرات امید ما و شما ما با گوش ناتوان خود میشنویم. این نکته دو. نکته سوم، اگرچه دیروز ما بسیار خوش شدیم، دیشب ما یک جلسه ای ساعت در شهر ویانا داشتیم، با برخی از دانشجویان اونجا صحبت کردیم. یک نکته رو بگذار که با شما شریک بسازم، اگرچه برای ما مباهات بود. من وقتی که با یکی از این دانشجو صحبت کردم که گفت من 6 زبان میفهمم، 2 تا ماستری همزمان میخوانم، این میکنم این میکنم، خیلی امیدوار شدم. چیزی را که امیدواری را که استاد سلطانیم تعریف کرد، ولی یک نکته است، اینها دانشجویانی بودند که خانواده هایشون در کابل ساکنند، اینا برای تحصیل آمدن، اینا مثل شما شهروند و سیتیزنشیپ دانمارک و ویانا و استکهلم نیست، ولی در عوض فرزندان همتبار و قومای ما و شما که سیتیزنشیپ کشور هاست، او شور و هیجان را من کمتر در اونا دیدم. او بلند پروازی و تخیل بالا برای فردای یا نسل بعدی وطن و قوم و تبار را من در اینا ندیدم. حداقل که یک فرد را ما دیده باشم که بگم ما با استفاده از فرصت های آنچنانی همزمان 2 ماستری میخوانم، میخوایم ایدولوگ شوم، میخوایم یک نقشه ایرا برای فردای خود، میخوایم این کنم، همچی چیز را ندیدم. تمام همت خیلی از آدم ها و بچه‌ای را که ما باش گپ زدیم ایست که ما یک مدرک دست و پا بکنیم که کارمند خوب شویم. که حتی ما این تعبیر کردیم که اگر هنر شما ببینید تمام رنج هزارها در افغانستان چیه. ما میگیم به خاطری که در دستبندی و تقسیم کار سیاسی افغانستان برای هزارها رو گفتن شما جوالی باشید، جوالیگری. ما گفتیم جوالیگری چرا کنیم؟ ما تعبیری که داشتیم ایست که انسان همتبار و هزاره اروپایی ما باز دوباره شغل مقدس جوالیگری مدرن را برای خود در اروپا تعریف کردن. یعنی یک جوان هزاره خیال پردازی از نوع رهبری، از نوع به تعبیر خود شما از نوع دست زدن به سویچ های بالا را در خیال خود و برای خود تعریف نمی کنن. لوله کشم در سوسیال برم یا در خانه سالمندان را بال کنم، این کنم آن کنم. ما برای ما شکاور بود که چرا این رقم است. یک وقت است ما حتی این تعبیر به رزو آدم ها کردم، گفتم اگه این کار میکنین خب بیاین به جایی که چند تا سالمند را در خانه سالمندان در اروپا بال میکنین، بیاین در دشت برچی در پل سوخته معتادین هموطن خود را بال کنید، بهتره. که قرار این نیست، قرار اینه که شما اینجا آمدین شما استثنایین. آدم های استثنایی رسالت استثنایی داره. هزاره ها تعبیر ما ایست، هزاره ها فرصتی از دست دادن فرصت را نداره. شماهایی که فرصت استثنایی را دارید مثل او آدم ها نباشید، او شور و هیجان اونا را باشین. شماهایی که کابل آمدن میبینید از صبح هوا تاریکه که کوچه های برچی نفر در نفر میخوره، با گونه ای که حتی خیلی از آدمایی که از نظر سیاسی ممکنی گپ برش بسیار سخت باشه میگن دشت برچی نگین، دشت معرفت بگین. این خوی جلوه داره، یک مظاهر و مصداق داره. وقتی که وضعیت ایست، دشت برچی دشت معرفت میشه، بلند پروازی و تخیلات از نوع کلان در بین نسل نوظهور هزارها به صورت جدی جلوگره. عین وضعیت رو شما داشته، شما که استثنایی هستید، ولی متاسفانه همچه شور و هیجان رو من در بین شما ندیدم. امیدوار هستم که با برگزاری نشست ها و خصوصا بزرگوارانی که اهل دردن، طاقت ها و توان های تاریخی ماست، گنجینه های جاودان و پر افتخار مردم ماست، اینها این مسائل را در نظر بگیرن، گوش زد بکنن، اگرچه دموکراسی ممکنه یک سری عوارض را بر ما و شما تحمل بکنن. چون گفته بودیم دیگه کس حق نداره سوال کنه، نه که حق نداره، ما وقت نداریم، واقعا باید رعایت کنیم. این اولادا خیلی خسته شدن. چون از خانم ها کس سوال نکده بود، الینا جان یک سوال داره، شاید از آقای سلطانی باشه، از دکتر صاحب هست، استثنا فرصت میدیم، بفرمایید. یک سلام بهاری تقدیم میکنم خدمت شما دو مهمان عزیز و همچنان کل کسایی که امشب اینجا آمدن. نوروزتان مبارک. من یک سوال مشترک داشتم، این که هدفتان از این که در کشورهای اروپایی آمدن چی هست و آیا به نظرتان کمک میکنه در این پروژهتان که گفتن یا نه؟ من فکر میکنم هدف خیلی هدف خاصی نیست، دیدن شما خودش هدفه، برگزاری این نشست ها هدفه.
ما هر فرد علاقمند ببین ما هر کسی چو دورمان از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش، این سفر سفر وصل بود. ما خیلی از قوم‌ها و وطن‌دارایی را که 20 سال کمتر بیشتر ندیده بودیم علاقمند بودیم که بیاییم، حداقل او علاقمندی را داریم، خصوصا ما در حوزه آکادمیک و دانشگاهی کشور، اونم از آدرس شما مردم و ما مردم، ما علاقمند بودیم که نیازمندی های جدی متوجه دانشگاه های ماست. ما امیدوار بودیم که در این سفر آدم ها و نیروهای انسانی را ما پیدا کنیم که او خانه خالی هایی را که نیروهای بالفعل ما در کابل تا توان برآورده کردنش را نداشته باشه از جمع شماها شناسایی کنیم و زمینه حضور یا برگشت زنا را ولو به صورت موقتی فراهم بکنیم. ممکن انگیزه های مختلف بود، از جمله یکی از انگیزه های کاری جدی ما ای بود و خصوصا ما مسئولیت اداری ما در دانشگاه ابن سیناست، جناب استاد سلطانی معاون اداری مالی دانشگاه ابن سیناست، ما هم مسئولیت علمی تدریسی دانشگاه را به عهده داشتیم. ما موظف بودیم و اصلا جلسات ما در استکهلم با چند نهاد بود به خاطر دانشگاه ابن سینا. ماها تا یک مقدار کار را که در توان داشتیم رفتیم، او گام هایی را که بنا بود ما برداریم برداشته شد، اما این ناتمامه. امیدوار هستم که شماها و کسانی که حداقل هم چه آدرس را در این هیاهوی مثل افغانستان میخواین داشته باشید، این راه را و این پروژه ناتمام را شماها تمام کنید و او دوستانی را که در خط اول با تمامی مرارت ها و رنج ها کار میکنه زحمت میکشه، شما قوت قلب باشید، شما یک پشتوانه جدی باشید ولو از راه دور. موفق باشید. تشکر بسیار زیاد.